100 سال در کانادا، تاریخ ایرانیانی که چمدانهای خود را بستند و به امید زندگی بهتر راهی سرزمین سفید شمالی شدند. این مستند حاصل تلاش کانون ایرانیان دانشگاه تورنتو، کلگری و بریتیش کولومبیا در نوروز 1400 است. آغاز قرن جدید ما را بران داشت که تاریخ ایرانیان کانادا در قرن گذشته را گردآوری و بازگو کنیم، از سال 1300-1921 میلادی تا به امروز، زمانی که احمدشاه قاجار پادشاه ایران بود و ویلیام مکنزی کینگ نخست وزیر کانادا، زمانی که جمعیت کانادا فقط کمی بیشتر از 7 میلیون نفر بود و مونترال قلب تپنده اقتصاد. داستان رو از کمی عقب‌تر شروع می‌کنیم. از سال 1900 میلادی، زمانی که جمعیت کانادا به سختی از 5.5 میلیون نفر تجاوز می‌کرد. اسناد کانادایی حاکی از اون هستند که در دهه اول قرن 109 ایرانی به کانادا آمدند. این در حالی است که بیشترین مهاجرت سالانه به کانادا در سال‌های پایانی همین دهه اتفاق می‌افتد. ولی ایرانیان احتمالاً به خاطر مسیر طولانی و سخت سهم بسیار ناچیزی از این موج مهاجرتی دارند. در دهه بعد همراه با جنگ جهانی اول تعداد ایرانیانی که به کانادا مهاجرت کردند کمتر شد، 91 نفر در کل دهه. با پایان جنگ جهانی اول و آغاز قرن 14 خورشیدی این روند کاهشی ادامه پیدا می‌کند و در این دهه، دهه 20 میلادی، فقط 57 ایرانی به کانادا مهاجرت می کنند. اما کمترین میزان مهاجرت ایرانیان به کانادا مربوط به دهه 30 میلادیه، زمانی که Great Depression گلوی اقتصاد کانادا را فشار می داد و فرصت برای نیروی کار جدید اندک بود. کمترین میزان مهاجرت ایرانیان به کانادا در طول تاریخ در همین دهه اتفاق میفته. تنها 6 نفر. ایرانیانی که تا این زمان به کانادا اومدن خودشون رو با کشتی به سواحل کانادا رسوندن و احتمالاً بیش از 3 ماه در راه بودن. با اختراع هواپیما و ورود اون به ایران در اوایل دهه 20 شمسی، تعداد ایرانیان مهاجر به کانادا هم افزایش یافت. دهه 1940 برای اولین بار شاهد افزایش تعداد مهاجران ایرانی به کانادا نسبت به دهه‌های قبلش بود. همچنان اندک، 12 نفر در کل دهه. وقوع جنگ جهانی دوم در نیمه اول دهه 1940 و نرخ مهاجرپذیری پایین کانادا در این دهه از دلایل تعداد اندک مهاجران ایرانی بود. با پایان جنگ جهانی دوم و دهه 40 میلادی، نرخ مهاجرت به کانادا در حال افزایش بود و همراه با اون تعداد ایرانیان مهاجر به کانادا. 116 ایرانی در دهه 1950 به کانادا مهاجرت کردند. این بیشترین نرخ مهاجرت ایرانیان به کانادا تا اون زمان بود. به عبارتی روند کنونی مهاجرت ایرانیان به کانادا از دهه 50 میلادی شروع میشه. عدم دسترسی عمومی به هواپیما در تمام این مدت باعث شد نرخ مهاجرت به کانادا هیچ وقت از حدود 100 نفر در دهه تجاوز نکنه. دهه 60 میلادی اولین بار از آغاز قرن 20 که تعداد مهاجرین ایرانی در یک دهه نسبت به دهه قبلش رشد میکنه. در این دهه 1041 ایرانی به کانادا میان، تقریبا 10 برابر بیشتر از دهه قبل. تعدادی از چهره‌های شناخته شده در جامعه ایرانی کانادایی در این دهه وارد کانادا میشن. سال 1964 یعقوب قرمزیان همراه با 4 پسرش اسکندر، نادر، رافائل و بهمن به کانادا میان. خانواده قرمزیان بعداً 2 تا از بزرگترین مراکز خرید آمریکای شمالی رو میسازن. وست ادمونتون مال، واقع در ادمونتون، یکی از این مراکز خریده. Can you imagine being in an elevator 20 story high and suddenly the cable cuts and you drop
You always wanted to experience that. Have you done that? We have that. Have I you? Haven't done it, but we have in Fantasyland. We have an elevator you're a cruel man. That drops. You're trying to put people through dreadful experiences. Why would I want to pay to go and do that? Well, these are experiences. People get excited. In another way, it's a frontier community with a sense of adventure. Did you run into any kind of racist prejudice? No. People say, who are these bumps from the Middle East or anything like that? No. What people said, they didn't know us, and they wanted to know more about us. And we were more publicity shy than today, and we would not go in front of cameras. We would not interview with people, and that made it more mysterious who they are. روابط ایران و کانادا در این دهه رو به گرمی میره. در سال 1965 فرح دیبا سفری به کانادا میکنه. این سفر سنگ بنایی میشه برای حضور ایران در اکسپو 67 دو سال بعد از اون. اکسپو 67 یک نمایشگاه جهانی بود برای به نمایش گذاشتن دستاوردهای ملل مختلف به مناسبت 100 سالگی کانادا که در شهر مونترال برگزار میشد. غرفه ایران با کاشیکاری سنتی از پرزرق و برق ترین غرفه ها بود. Montreal, April 28, 1967. The gates of Expo 67 open, and the greatest international fair ever conceived is underway. The flags of 122 member nations fly in tribute at the United Nations Pavilion. Expo 67 marks the 100th anniversary of Canada's birth as a nation. People from all over the world come to share and enjoy the birthday celebration. Unlike past fairs, Expo 67 has been hailed for the purity of its architecture and the national cultures it reflects. Switzerland brings a breath of the Alps. From the north, Scandinavia. From the east, Iran. Ornate tiles cover its facade. کریم حکیمی از دیگر چهره‌های سرشناس جامعه ایرانی کانادایی است که در همین دهه به کانادا میاد. وضعیت مالی نچندان مناسب او در روزهای نخستین باعث نشد از جستجوی رویاهاش دست بکشه. او امروز صاحب یکی از بزرگترین فروشگاه‌های زنجیره‌ای عینک در کانادا است. وقتی من اومدم کانادا، مخصوصا شهر تورنتو، تورنتو از نصفم کمتر بود. وضع اقتصاد خوب نبود. من حتی شروع کردم به یک فروختن عینک به 8 دلار. الان میفروشم مثلا 200 دلار. بعد تمام اینها یه مدت کوتاهی بود. همین که تونستم ماشینای اتوماتیک بخرم و وضع مالیم خوب شد. من فکر میکنم اگر من پدر ثروتمند داشتم امروز اینجا نبودم. و اینکه من عادتم به این میشد که یکی به من میده بخورم، یکی به من راهنمایی میکنه. ولی چون راهنما نداشتم مجبور شدم خودم راهنمایی کنم. 3000 ایرانی در دهه 70 میلادی مصادف 1350 شمسی وارد کانادا میشن. در این دوران پروفسور فضل الله رضا، رئیس سابق دانشگاه صنعتی آریامهر، شریف امروزی و دانشگاه تهران سفیر ایران در کانادا است. وی بعدتر در کانادا سکنا می‌گزینه و در سال 2019 در اتاوا از دنیا میره. جامعه ایرانی نوپا کم کم خودش رو با شرایط زندگی جدید وفق میده. مهدی هاشمی که در اواخر دهه 60 میلادی و اوایل دهه 70 به کانادا مهاجرت کرده، تجربیات خود و خانواده‌اش رو از مهاجرت به تحریر درآورده. کتاب از ایران تا کانادا، حاصل تجربیات مهدی هاشمی از مهاجرت یک ایرانی به کانادا در زمانیه که کمتر کسی این کار رو انجام میداد. در گفتگو با آقای هاشمی از داستان نقل مکان کردنشون از ایران به کانادا پرسیدم. من اصلاً قصد مهاجرت نداشتم، بیشتر ماجراجویی بود که من رو کشون این طرف دنیا. چون در اون زمانی که
این اتفاق افتاد یا قبلش بودی. یک سال نیم قبلش ما ازدواج کرده بودیم، صاحب یک کودک دختر خیلی قشنگی شده بودیم، یه آپارتمان معمولی خوبی هم در تهران داشتیم و در یک شرکت آمریکایی هم یک کار خیلی خوبی داشتم. اون موقع ما 700 تومن حقوق میگرفتم که کاملا کافی بود برای زندگی معمولی خوب. یه روزی که از دوستان ایرانیم که اونجا اومده بود منو ببینه، صحبت از کانادا شد، گفت کانادا فلان افرادی رو میپذیره، اطلاعی داره. گفتم نمیدونم. گفت یه نامه برده بنویس برای سفارت کانادا اطلاعات بگیریم. منم همونجا که بغل من نشسته بود، تایپرایترم جلوم بود، یه ورقه برداشتم و 4 خط نامه تایپ کردم به زبان انگلیسی و اینم دادم به دوستم، گفتم اینو بنداز پست. انداخ پست دارد، منم فراموش کردم. یه ماه بعدش نامه اومد که فلان روز قرار بیاید سفارت کانادا از تهران، اون مسئول مهاجرت ما میاد تهران برای با شما مصاحبه میکنه. اون روز معین من رفتم اونجا و 2-3 نفر دیگه بودند و با همه با ما مصاحبه کرد و گویا منو پسندید و گفتش که به زودی بهتون خبر میدم. حدود یک ماه بعدش اطلاع دادن، گفتن که ویزای شما آماده است و فقط باید برید معاینات پزشکی. و رفتیم معاینات پزشکی و بعدم اطلاع دادن که ویزا آماده است و باید بگیرید. این موضوع رو ماجراجویی که من داشتم، گفتم خب حالا که اینطور شده بریم ببینیم چی میشه، کجاست کانادا، چی شکلیه. بلیط هواپیما خریدیم و سوار شدیم و پرواز کردیم به طرف مونتریال. نیمه شب بود که رسیدیم مونتریال و دسامبر هم بود، هوا بسیار سرد بود، حداقل 20 درجه 25 درجه صفر بود تا اونجا که یادمه. آها، فراموش کردم، اون موقع که برام ویزا من صحبت میکرد که کجا به کجا نهید چکار کنید، گفتن که در پاسپورت های ایرانی در اون زمان قانون بود که صفحاشو مهر میزدن، میگفتن نوشته بودن که این گذرنامه برای مهاجرت معتبر نیست. یعنی اون زمان مملکت صاحب داشت و دلشون نمیخواست که کسی مهاجرت کنه و کسی مهاجرت نمیکرد، علتی هم نداشت. برای همینم اینا هم از حساب میبردن از دولت ایران و نمیخواستن کار غیر قانون انجام بدن. گفتم ما مجبوریم یه ویز توریست ویزا بزنیم، پاسپورت بدون و یه ورقه نامه چیزی بود بهم دادن توی پاکت گذاشتن، گفتن اینم بذار جیبت وقت به مرز کانادا که رسیدی این دوتا رو با هم ارائه بده که بفهمه شما مهاجری. این مسئله زندگی ما رو عوض کرد. چون وقتی رسیدیم به فرودگاه مونتریال و رفتیم پاسپورت آفیس و نشون دادیم و اون نامه رو دادیم و پاسپورت رو دادیم، گفتن شما رو با این پاسپورت دادیم با این نامه رو ما باید بفرستیم اتاوا، 4-5 روز طول میکشه، هر جا باشید تو کانادا بگید به مایتر ما بردم برمیگرده. بازم به سراغ اینو به ما گفتند و مشب رفتیم مونتریال هتل خوابیدیم و فرداش هر کاری کردم که از هتل بیام بیرون تو خیابون دیدم نمیشه، از بس سرد بود. همونجا همون روز من و خانمم نشست گفتیم بابا اینجا کجاست، ما اومدیم هوای به اون خوبی زیبایی ایران، فامیل، اقوام، خونه، کار، زندگی، برای چی؟ یعنی چی؟ اصلا جا زندگی نیست. یه نقشه کانادا داشتم، اون موقع آیپد و مایپد نبود. تو اسکای قطار رفتیم اونجا و باز کردم نگاه کردم که کجا هواش بهتره، گرمتره، جنوبی تره، بریم اونجا یه چند روز اونجا باشیم، پاسپورتمون بیاد. سوار قطار شدیم از مونتریال و صاف اومدیم به همیلتون. دیدم همیلتون جنوب نزدیک مرز آمریکاست و حتما هواش هم بهتر قابل قبول تره، بریم همیلتون. بدون اینکه بریم همیلتون کجا هست، خلاصه to make a long story short، این باعث شد که ما بالاخره خودمون رو مهاجر فرض بکنیم و اولی خانواده ایرانی مهاجر در منطقه همیلتون اطراف بشیم. هیچ کسی دیگه در همیلتون نبود یا نش پیدا نکردیم که ایرانی باشه و مهاجرت کرده باشه. دهه 80 میلادی مصادف با انقلاب ایران و جنگ 8 ساله ایران و عراق، تعداد ایرانیان مهاجر به کانادا در این دهه نسبت به دهه قبل 6 برابر میشه. اولین نشریه فارسی زبان در کانادا
به نام سربازان ایران در این زمان در اونتاریو به چاپ میرسه. ولی نشریه زیاد دووم نمیاره. علاوه بر نشریه سربازان ایران، شاهد باز شدن مغازه‌های ایرانی هم هستیم. احتمالاً اولین نانوایی و بقالی ایرانی به نام نانوایی دن توسط سعید نهضتی در تورنتو در سال 1984 باز میشه. موج مهاجرت بعد از انقلاب شامل خانواده خسروشاهی هم میشد. حسن خسروشاهی مدیر کارخانه آن زمان به تازگی ملی شده مینو به کانادا میاد و فیوچر شاپ رو بنیان میگذاره. فروشگاه زنجیره‌ای که به بزرگترین فروشگاه لوازم الکترونیک در کانادا تبدیل میشه و بعدها توسط بست بای خریداری میشه. When I started in the company, we had some 20 employees. When I left Iran in 1978, we had 6,000 employees. Forced out of his company and his home, Hassan and his family came to Vancouver to start again. Future Shop literally transformed the way consumers in Canada shop for electronics, and they did it all with one of the biggest names in the business refusing to supply them. It was like trying to fight somebody with one hand tied behind your back. But fight he did. Future Shop defied the odds and the naysayers. The company soared and along the way caught the eye of a rising young star from south of the border who wanted to work for and with Hassan. BC has been good to Hassan Hashrashahi, and in turn, he has been a strong and generous contributor to his new home. بعد از پایان جنگ در ایران، تعداد مهاجران ایرانی به کانادا افزایش یافت. در دهه 90، 1370 شمسی بالغ بر 46,000 ایرانی به کانادا مهاجرت کردند. بیش از دو برابر بیشتر از دهه قبل از آن. این دهه شاهد اولین تلاش‌های گسترده جامعه ایرانی کانادایی برای ساخت نهادهای اجتماعی است. سازمان زنان ایرانی اونتاریو از همین نهادهاست که برای کمک به زنان ایرانی مهاجر در همین دهه شروع به فعالیت کرد. برای اطلاع بیشتر از نحوه تشکیل این سازمان سراغ فریبا بشیری رئیس کنونی این سازمان رفتم و از او راجع به نحوه تشکیل این سازمان در دهه 1990 پرسیدم. سازمان زنان ایرانی اونتاریو در سال 1989 توسط چند تا از زنان مهاجر ایرانی کانادایی تأسیس شده و خانم های مثل خانم سلطی، خانم رازانی، خانم بسیجی نقش بسیار مهمی داشتن که خانم سرلطی سالهای طولانی با عنوان پرزیدنت سازمان بوده، متاسفانه فوت کرده، روحشون شاد. و سازمان در اون زمان بیشتر به عنوان اینکه ایرانیای مهاجر کانادا یک صدایی داشته باشن، مخصوصا زنان، تأسیس شد. به آمارهای دهه 1990 که نگاه می‌کردم، یک نکته توجهم رو جلب کرد. تعداد زنان ایرانی کانادایی به صورت قابل توجهی کمتر از مردان بود. به عبارتی زنان ایرانی کمتر از مردان به کانادا مهاجرت می کردند. در جستجوی علت به مقاله دکتر وحید گروسی برخورد کردم. آقای گروسی با کنکاش در اطلاعات مرکز آمار کانادا تصویری از جامعه ایرانی کانادایی ترسیم کرده بود. از آقای گروسی از علل نرخ مهاجرت پایین‌تر زنان ایرانی نسبت به مردان پرسیدم. نظر شخصی من الان این است. دوباره یه ذره بریم عقب و اون موقع که همه ما تو ایران زندگی می‌کردیم و فرهنگ ایرانی یاد بیاوریم. یه جورایی می‌دونم که اینجوری بگم. طرف مثلا پسرش مثلا سینگل، خب 22 سال است. مثلا تازه داره تو ایران مثلا دانشگاه تموم کرده. من خودم میگم خب شاید بعضی خانواده تو ایران مثلا احساس راحت نکنم مثلا فرزندشون که دختر است مثلا تنهایی پاشه بره کانادا مثلا حالا بخواد درس بخونه یا مهاجرت کنه. دوباره این تجربه شخصی من هست، یعنی چون خانواده مختلف دیدیم دیگه بالاخره نه شاید پسر باشه اون احتمال راحت دیگه، خب اون پسر بگه خب من میخوام برم کانادا فرض کنید ادامه تحصیل یا فلان راحت تر قبول کنه. دوباره اینو تعمیم نمیدم چون بسیار دوستان داشتم که فرض کنم خانم بودم و خب طرف سینگل یه خانم 23 4 سال 5 ساله اومده بود کانادا و داشت مسئله دکترا میخوند، اینم بوده. ولی
فراوانی و آماری که نگاه میکنیم تو ایران، خب اون بعضی فرهنگایی بعضی خانواده‌هایی داشتن که این همچ مسئله بود. فکر کنم یه دلیل اصلیش اینه. در مقاله آقای گروسی به نکته جالب دیگه هم برخورد کرد. در این زمان، یعنی در انتهای دهه 90 میلادی 1370 شمسی، بیش از نیمی از ایرانیان مقیم کانادا در همین دهه 90 وارد کانادا شده بودند. من حالا یه سری اینسایت، یه سری مشاهده دقیق بیشتر بگم، اضافه کنم به حرف شما. دقیقا 36%، یعنی از یک سوم بیشتر، بین 96 تا 2001 اومدم. بعد جالبه بین 80 تا 90، خب البته خب اون طولش بیشتر بود، بازم 25%. اون بعد از دو ببین، حالا جالب شد بین 71 تا 80 که 10 ساله 5% خب اومدن، یعنی اون 5% اونایی که اونجا هستن اومدن، خب ولی بین 80 تا 90 23%. این هم رشده. و دوباره دلیل اصلی این به نظر من خب انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق. و دوباره من حداقل 4-5 دوست داشتم که موقع جنگ، من به دلائلی حالا تو سبب های نیازی نیست که به زبون آورد، ولی خب شاید خیلی هم میدونم یعنی. و به قول شما نانی میگرند، حتی اونم نگاه کنیم 15% نانی میگرند، اینا فکر میکنم دانشجو هستن، فکر کنم، چون کلیرلی نمیگه دیتا، ولی خب یه ایرانی تو کانادا هست ولی مهاجر نیست، به خاطر من ذهنم میگه خب پس اینا کی هستن، با چه استاتوسی داخل کانادا هستن، فکر کنم استودنت ویزا است، فکر کنم، چون و خب درصد قابل توجه 15% کم نیست. در چنین شرایطی که بیش از 50% جامعه ایرانی کانادایی به تازگی به کانادا مهاجرت کرده، مشتاق شدم حال و هوای جامعه ایرانی کانادا رو در اون روزها بدونم. برای این کار با مهرداد آریان نژاد، مؤسس و مدیر جشنواره تیرگان صحبت کردم و ازش خواستم حال و هوای جامعه ایرانی کانادایی در اواخر دهه 90 رو برام ترسیم کنه. اگه بخوایم دقیقا بفهمیم که زمینه به اصطلاح به وجود اومدن یک همچین جشنواره، یک همچین کار فرهنگی هنری چی بوده، یه مقدار باید بریم به گذشته. سالی که من آمدم کانادا سال اواخر دهه 90 بود، 1997. جامعه ما اینجا خب خیلی کوچیک بود، در زمینه اجتماعی بسیار گسسته بود، از هم دیگه بسیار جدا از هم بود، کار اجتماعی نمیدیدی، از خیلی کم میدیدی، حرکت‌های فرهنگی اجتماعی خیلی کم بود. البته ما یک سری نشریه داشتیم اینجا، از نظر سیاسی نمایندگی ما در اون کشوری که بودیم مثل کانادا صفر، ما هیچ نماینده‌ای در سطح سیاسی نداشتیم. از لحاظ اقتصادی ما بیزنسمن‌های موفق داشتیم، اما معلوم نبود که این بیزنسمن‌ها ایرانی‌اند یا به اسم ایرانی اصلا مطرح نبودند. بنابراین صدایی در زمینه اقتصادی هم ما نداشتیم، به عنوان ایرانیان کانادا صدایی نداشتیم. و در حقیقت ما اصلا جامعه ایرانی به اون معنی و مفهوم نداشتیم. با شروع قرن جدید روند افزایشی مهاجرتی ایرانیان به کانادا ادامه پیدا می‌کنه. در این دهه بیش از 50,000 ایرانی به کانادا میان که حدود 95%شون تورنتو، ونکوور، مونترال یا کلگری رو برای زندگی انتخاب می‌کنند. با افزایش جمعیت مهاجران ایرانی به کانادا، جای خالی نهادهای اجتماعی بیشتر حس می‌شد. در ادامه گفتگو، مهرداد آریان نژاد از تأثیر فضای جامعه ایرانی کانادایی در اوایل دهه 2000 بر تولد جشنواره تیرگان گفت. فکر میکنم در سال 2003 بود که زلزله بم اتفاق افتاد. زلزله بم که اتفاق افتاد، این باعث شد که به دلیل اینکه تأثیر خیلی شگرفی گذاشت بود جامعه ما، و باعث شد که جامعه به همدیگه بیان، یعنی احساس بکنن که باید یک کمکی به ایران بشه. و شما میدیدی که مثلا حتی بیزنسمنای ما، حتی آدمایی که خیلی موفق بودن اینجا و خیلی با جامعه کاری نداشتن، اینها مثلا یه شب یه جای شام میذاشتن و 1000 نفر جمع میشدن، پولشو جمع میکردن، سعی میکردن بفرستن ایران، و یه گروه های گرده هم اومدن، از ایرانی ها سری دور هم جمع شدن و سعی کردن که به ایران کمک بکنن. البته قبل از زلزله بم هم یه اتفاق دیگری افتاد،
که اونم جنبش دانشجویی بود. ما اومدیم صحبت کردیم و گفتیم که بیایم یک دونه یا به اصطلاح سالگرد جنبش 18 تیر بود و اون موقع جمع کردن مثلا شما 100 نفر آدم رو دور هم جمع می‌کردین یه موفقیت به حساب. ما این برنامه رو گذاشتیم و حدود 700 نفر آدم ها. بعد از اون قضیه زلزله بم بود که این زلزله بم اتفاق افتاد، همونطور که گفتم ما رفتیم این سالون رو گرفتیم و ما اون برنامه رو اجرا کردیم و ایرانی ها هم خیلی استقبال کردن. اونجا یه پولی جمع شد، یک سری ایرانی دیگه دوباره دور هم دیگه جمع شدن، اونا یه پولی جمع کردن که برای بم بفرستن. این زلزله بم شد یک، هم زلزله بم همین سالگرد جنبش 18 تیر، این دوتا یک چیزایی شد که یه مقدار جامعه ما رو به هم آورد. بعد از این داستان بچه‌ها گفتن که بیایم یه کار فرهنگی بکنیم، بیایم یه کار بزرگ فرهنگی بکنیم و ما جمع شدیم دوره هم توی کافی شاپی توی داونتاون تورنتو داشتیم صحبت میکردیم. یکی از بچه‌ها گفت که از هاربر فرانت سنتر بهش گفتن که اگر شما بتونید بیاین اینجا یه برنامه بذارید خیلی خوبه، برای ما هم خوبه، برای شما هم خوبه. گفتیم چجوری و چیه و بالاخره رفتیم و باهاشون صحبت کردیم و اولین برنامه به اصطلاح که ما در هاربر فرانت سنتر برگزار کردیم در نوروز سال 2006، نوروز سال 2006، 2006 میلادی ما نوروز رو جشن گرفتیم اونجا. البته این حاصل دو سال کار بود، یعنی ما از 2004 تلاش کردیم تا 2006 تقریبا اینو تونستیم دوره هم بگذاریم، ولی با فعالیت هایی که بچه ها کردیم همه با هم تونستیم این نوروز رو جشن بگیریم و حدود 20-25 هزار نفر آدم آمد. اینقدر جمعیت آمد که دیگه میخواستن درا رو قفل بکنن که کسی نتونه بیاد تو، برای اینکه حرکت نمیشد کرد توی راه روها. مردم میدونی علاقمند بودن، اکسایتد بودن، هیجان زده بودن که بیان همدیگه رو ببینن، چون در خارج از کشور یک همچین به اصطلاح گرد همایی نداشتیم. و از اونجا شد که از سال 2007-2008 اولین تیرگان رو سال 2008 برگزار کردیم در هاربر فرانت که حدود 50-60 هزار نفر جمعیت آمد، خیلی موفق بود و این شد در حقیقت که جشنواره به نام جشنواره تیرگان شکل گرفت. ولی فکر میکنم جامعه امروز ایرانی با جامعه اون وقت فوق العاده متفاوت، یه جامعه‌ای که صدا پیدا کرده توی جامعه میزبان، یه جامعه‌ای که تقریبا اینتیگریت کرده خودش رو تا یه حدی توی جامعه میزبان. البته خب ما هم مثل بقیه جوامع مشکلات خیلی زیادی داریم، اما با اون جامعه‌ای که از دهه 90 من خاطرم هست از زمین تا آسمون فهم. در این دوران بیش از نیمی از مهاجرین ایرانی به کانادا زیر 30 سال دارند. برای کمک به جامعه ایرانی کانادایی مراکز و مؤسسات متعددی شکل میگیره. بنیاد پریا یکی از این مراکزه. احمد تبریزی مؤسس و مدیر این مجموعه از کارهای این سازمان برای کمک هرچه بیشتر به جامعه جوان ایرانی کانادایی میگه. من به دلیل فعالیت اجتماعیم در بنیاد پریا که امسال 19 ساله میشه ارتباط زیاد و نزدیکی با جامعه ایرانی دارم. در بنیاد پریا از 3 سال قبل بورسیه دانشجوهای ایرانی رو اضافه کردم به فعالیت کانادا. در ظرف 3 سال گذشته ما به 207 دانشجو ایرانی که در دانشگاه‌های کانادا درس می‌خونن بورس تحصیلی دادیم. برای من و تیم ما در پریا وقتی که این اپلیکیشن های این دانشجوها رو میدیدیم واقعا باعث افتخاره که این همه بچه های با استعداد و با هوش و موفق با نمرات عالی در دانشگاه کانادا دارن درس کنن، باعث خوشحالی همه ما هستش. و من مطمئنم که شما میتوانید نقش بسیار بسیار سازندهی در موفقیت جامعه ایرانی در کانادا داشته باشید. ایرانیان به مرور وارد دنیای سیاست در کانادا می شوند. رضا موریدی در اونتاریو در سال 2007 و امیر خدیر در کبک در سال 2008 اولین ایرانیانی هستند که به پارلمان استانی راه پیدا می کنند. وجود این دو کمک می کنه که در سال 2009 پارلمان کانادا نوروز رو به تقویم رسمی کشور اضافه بکنه. نوروزتان پیروز.
best wishes to all Canadians who celebrate Nowruz. Today, many Canadians with ancient Persian ancestry will celebrate Nowruz. It is my honor to proclaim the 20th of March as Nowruz Day in British Columbia, the first time that has ever happened as well. Haruzetan Nowruz, Nowruzetan Piruz. Nowruz marks the first day of spring and the beginning of the new year in the Persian calendar. It's a time for friends and family to join together at the Haftzin table to exchange gifts, enjoy music, and share food. دهه اخیر شاهد حضور بیشترین مهاجر ایرانی در کانادا بوده. حدود 60,000 نفر. یا به طور متوسط سالانه 6,000 ایرانی به کانادا مهاجرت کردند. در این میان دانشجویان بزرگترین سهم را از میان مهاجران ایرانی داشتند. تقریبا در تمام سالهای این دهه دانشجویان حداقل نیمی از مهاجران ایرانی را تشکیل می‌دادند. در بعضی از سالها حتی تا 75% مهاجران ایرانی را دانشجویان تشکیل می‌دادند. به طوری که در سال 2017 تعداد دانشجویانی که از ایران برای مقطع دکترا به کانادا آمده بودند از هر کشور دیگه‌ای به جز چین بالاتر بود. بالاتر از هند، آمریکا و همه کشورهای پرجمعیت دیگه. در حقیقت در مقایسه با سایر کانادایی‌ها، درصد بسیار بیشتری از جامعه ایرانی کانادایی در دانشگاه تحصیل می‌کنند. به عنوان مثال در اوایل قرن 21 حدود 3% از جامعه ایرانی کانادایی مدرک دکترا داشت. این در حالی بود که این نسبت برای سایر کانادایی‌ها 10 برابر کمتر بود. ولی تحصیلات بالاتر جامعه ایرانی کانادایی به کسب درآمد بیشتر منجر نشده. داده‌های مرکز آمار کانادا بر این دلالت داره که ایرانی کانادایی‌ها کمتر از سایر کانادایی‌ها مشغول به حرفه‌های پردرآمد هستند. در حال حاضر جامعه ایرانی کانادایی دو نماینده در پارلمان فدرال کانادا داره، مجید جوهری و علی احساسی، هر دو از مناطقی در تهرانتوی بزرگ که محل سکونت بسیاری از ایرانی کانادایی هست. جامعه ما در کانادا به تازگی شروع به نهادسازی کرده، نهادهایی که فرهنگ جامعه ایرانی رو شکل میده، فرهنگی که هم ایرانی است هم کانادایی. صد سال در کانادا ماجراجویی کردیم. کار سختی 100 سال آینده رو پیشبینی کنی. ولی به قول یکی از بزرگان، بهترین راه پیشبینی آینده ساختن آن است.